سلام عرض می کنم خدمت زبان آموزان عزیز علاقه مندان زبان آلمانی امیدوارم که هر جای این دنیا که هستید حالتون عالی باشه خیلی از شما عزیزان اومدید برای من کامنت گذاشتید توی دایرکت پیام دادید که امتحان شما نزدیکه و در واقع امتحان به انس شما نزدیکه و از توصیف تصویر از توصیف عکس سر در نمیارید و یکم از این موضوع از این بابت استرس دارید دوستان توصیف تصویر خیلی آسونه فقط شما باید نکات مهم و اساسی رو بدونید من توی این ویدیو 15 تا 16 تا نکته اساسی رو بهتون میگم و آخر ویدیو براتون یه تصویر میارم و تصویر رو براتون توصیف میکنم دقت کنید دوستان ما باید از خودمون چند تا سوال بپرسیم وقتی که میخوایم چیزی رو توصیف کنیم تصویر رو توصیف کنیم باید از خودمون توی ذهنمون یه سری سوالات بپرسیم و به اون سوالات جواب بدیم که البته ممکنه این سوالات هم از طرف اون کسی که داره از شما امتحان میگیره ممکنه از طرف اون شخص مطرح بشه سوال اول واس واس چه چیزی مثلا چه چیزی رو توی تصویر دارید میبینید چه چیزی رو توی عکس دارید میبینید دوستان هر چی که میبینید باید بگید انسان حیوان گیاه وسیله است غذاست فرقی نمیکنه هر چی که میبینید باید بگید واس زین زی آف دم بیلد واس زین آف دم فوتو این از این سوال دوم چیه؟ We're. چه کسی؟ Wer ist auf dem Bild چه کسی توی تصویره؟ آیا عروسه؟ آیا عروس و داماده؟ آیا کودکه؟ آیا زن آدم مسن نوجوونه باید بگید یا مثلا دکتر مهندسه به نظرتون چه کسی توی تصویره باید حتما این رو بگید اوکی این سوالات رو خودتون توی ذهنتون برای خودتون مطرح میکنید و به این سوالات جواب میدید اما خب بازم میگم ممکنه این سوالات رو خود اون شخص اون شخصی که داره از شما امتحان میگیره مطرح کنه و اما سوال سوم وی فیل پخزونن چند نفر چند تا آدم میبینید توی تصویر یه نفر دو نفر بیست نفر ده نفر احتمالا بیشتر از چهار پنج نفر توی تصویر دیگه وجود نداشته باشه اونها رو بگید که نشون بدید که شما با اعداد و ارقام آشنایی دارید اوکی؟ این از این سؤال چهارم ولش زیتواتسیون چه وضعیتی دوستان؟ چه وضعیتی رو دارید توی تصویر میبینید؟ آیا دارن غذا میخورن؟ دارن جشن میگیرن؟ دارن میرقصن؟ چه میدونم توی سینما نشستن دارن فیلم میبینن هر چی هر وضعیتی رو که دارید میبینید اونو توصیف کنید اوکی و اما سوال پنجم وی وی زین دی لوت مردم چجوری به نظر میرسن خوشحالن ناراحتن خوشگلن خوشتیپن هر چی اونو باید حتما بگید اوکی این از این و اما سوال ششم ون چه زمانی چه وقتی باید وقت رو بگید آیا روزه آیا شبه آیا زمستونه آیا تابستونه باید زمان رو بگید دوستان توی چه زمانی این تصویر گرفته شده تاریک بوده چه میدونم روشن بوده به هر حال شما از توی تصویر میتونید احتمال بدید که چه زمانی این تصویر این عکس گرفته شده؟ دیگه اینو حتما باید بگید که من این چیزها رو میگم که بتونید صحبت کنید. هی hey, با خودتون فکر نکنید چی بگید. شما خیلی چیزها رو میتونید بگید. این از این بریم سراغ سوال هفتم میت وم با چه کسی؟ مثلا یه بچه است با مادرشه یا یه مادر با فرزندانشه یا پدر و مادر با بچه های خودشون یا یک دکتر کنار یک مریض یک مریض کنار چند تا پرست داره اینها رو بگید که چه کسی کنار چه کسی با چه کسی است اوکی سوال بعدی ومیت با چه چیزی مثلا مثلا یه وسیله نقلیه رو در نظر بگیریم یه چند نفر اومدن سوار ماشین شدن دارن حرکت میکنن یا توی قطارن یا توی هواپیما هستن فرقی نمیکنه ما باید بگیم که اینها با چه وسیله هستن و با چه وسیله دارن حرکت میکنن دارن مسافرت میرن یا هر چیزی وسیله رو اگر وسیله وجود داره وسیله نقلیه حتما بگید بازم میگم فرقی نمیکنه ماشین موتور دوچرخه هر چیزی اوکی بریم سراغ سوال نهم ولش فارب چه رنگی دوستان مثلا طرف لباسش آبی قرمز سفید رنگ لباس رو بگید که نشون بدید که رنگ ها رو میشناسید اوکی مثلا ماشینش قرمزه بگید ماشینش قرمزه چه میدونم لباسش بنفشه بگید لباسش بنفشه این چیزها رو بگید که برای صحبت کردن کلی حرف برای گفتن داشته باشید اینه منظور اینه و همین دیگه بریم سراغ سوال بعدی Erfahrungen ارفاقونگن هابنزی دمیت دوستان عزیز احتمال 99 درصد این سوال مطرح بشه این سوال رو ممکنه اون شخصی که داره از شما امتحان میگیره بپرسه که شما چه تجربه ای از این بابت چه تجربه ای داشتید مثلا به فرض مثال مثلا یک مریض یا یک شخصی که پاش شکسته توی بیمارستان خوابیده روی تخت پاش شکسته یا دستش شکسته یا هر چیزی ممکنه اون شخصی که از شما امتحان میگیره میپرسه که شما هم همچین تجربه داشتید همچین تجربه تلخی داشتید دور از جونتون ممکنه بپرسه اینها احتماله دوستان من احتمالات رو دارم میگم یا مثلا عروسی خب میپرسه که شما همچین تجربه ای داشتید شما هم صحبت میکنید میگید بله مثلا من پنج سالم بود همچین اتفاقی برای من افتاد یا من 20 سالم بود مثلا اگر عکس عکس عروسیه ازدواجه میگید که مثلا من 20 سالم بود مثلا ازدواج کردم جشن بزرگی گرفتیم صد نفر رو دعوت کردیم از این حرفا باید صحبت کنید دوستان نباید ساکت بمونید اوکی؟ این سوالاتیه که ممکنه مطرح بشه و من این سوالات رو گفتم برای چی؟ برای اینکه بدونید که چه سوالی ممکنه مطرح بشه و این چیزها رو بیشتر گفتم به خاطر اینکه حرف برای گفتن داشته باشید هی hey, با خودتون فکر نکنید چی بگم چی بگم نمیدونم چی بگم ببینید اینجا ده تا سوال شما اگر به این ده تا سوال جواب بدید البته نیازی نیست سوالات رو مطرح کنید فقط جواب به این سوالات بدید تمام شما توصیف تصویر یا توصیف, توصیف همون عکس رو تمام کردید و اینجا یه نکته هم بگم اگر اون شخصی که داره از شما امتحان میگیره ببینه که شما دو تا سه تا جمله اولی رو خیلی قشنگ خیلی راحت گفتید استرس نداشتید ممکنه بهتون بگه دست غیشت کافیه نیازی نیست ادامه بدید اینم هست و احتمال اینکه نمره کامل بگیرید هم احتمالش زیاده اینه دوستان فکر میکنم که تمام سوالات مهم رو گفتم حالا یه نکته دیگه اینه که باید توی زمان حال صحبت کنید دوستان ایم پریزنس ایم پریزنس در زمان حال دقت کنید دوستان جملات شما باید در زمان حال باشه صرف فعل ها باید در زمان حال باشه نه در زمان گذشته اینو داشته باشید نکته بعدی چیه؟ اجکتیوه صفت ها دوستان باید از صفت ها استفاده کنید باید بگید مثلا خانمی که دارید میبینید خوشکل زیباست بچه ای که دارید میبینید چه شکلیه خوشحال ناراحت کوتاه بلند بزرگ کوچیک هر چی صفت ها رو باید به کار ببرید که به اون شخصی که داره از شما امتحان میگیره ثابت کنید که با صفت ها آشنای، آشنایی آشنای کامل دارید حالا نکته بعدی ادوربین ادوربین قیدها دوستان باید توی صحبتتون از قیدها استفاده کنید مثل مثلا سمت چپ سمت راست آنور آن سمت, آن سمت، پشت تصویر جلوی تصویر اینها رو هم بگید اینها رو هم بگید خیلی خیلی مهمه نکته بعدی پوزیشنن مثل مثلا مثلا آف آن مثلا روی میز یه چیز قرار گرفته بگید مثلا auf dem auf dem Tisch sehe ich حرفا اوکی اگر شما با حروف اضافه آشنا نیستید دوستان من تقریبا سه تا درس برای حروف اضافه درست کردم حروف اضافه آکوزاتیو حروف اضافه داتیو حروف اضافه, اضافه گینیتیب اینها رو همه رو توی کانال توی قسمت پلیلیس اگر سمت دروس قواعد برید اینها رو پیدا میکنید البته اگر مایل هستید براتون لینک میذارم این از این دوستان پس حروف اضافه هم فراموش نشه بریم سراغ بعدی نیبنزتسه جملات پیرو دوستان جملات پیرو هم خیلی مهمن شما باید ثابت کنید که از لحاظ قواعد اوکی هستید همه چی رو میدونید با جملات پیرو آشنا هستید مثل مثلا از حروف از, از حرف ربط مثلا داس یا وایل استفاده کنید اینها خیلی میتونه کمک کنه که شما نمره عالی یا نمره کامل بگیرید اوکی؟ بریم سراغ نکته بعدی که آخرین نکته هست دوستان یعنی فکر و خیال حدس و گمان احتمالات چیزهایی که فکر میکنید چیزهایی که احتمال میدید اونها رو هم بگید و برای اینکه این چیزها رو بگید شما به یک سری واژگان نیاز دارید به یک سری فعلها به یک سری صفتها نیاز دارید مثلا میتونید بگید ایش دنکه من فکر میکنم ایش گلاوبه من... فکر میکنم باز هم همون معنا رو میده فرقی نمیکنه یا میتونید بگید ایش فرموته من احتمال میدم وشنلیش احتمالا یا مثلا فیلشت شاید و ال آخر دوستان هر چیزی که شما بتونید فکر و خیال حدس و گمان خودتون رو بیان کنید البته این چیزها رو بهتره با نبنزاتس بگید دوستان و از حرف ربط داس استفاده کنید اوکی؟ من تمام نکات مهم رو گفتم چیزی هم جا ننداختم دوستان بازم میگم اگر طرف ببینه که شما دو تا سه تا جمله اول رو خیلی مسلط دارید میگید بهتون میگه کافی نیازی نیست اصلا ادامه بدید اینه شما باید آماده باشید و بدونید چه سوالاتی ممکنه مطرح بشه یا چه سوالاتی بهتره از خودتون بپرسید وقتی که این چیزها رو بدونید قطعا استرستون خیلی خیلی کمتر میشه این از این یک عکس براتون میارم و عکس رو با هم میبینیم توصیف میکنیم و کلی جملات کاربردی توی این عکس براتون میذارم که بتونه تا حدودی بهتون کمک کنه خب دوستان عزیز به این تصویر دقت کنید مثلا بالفرض مثال شما فکر کنید که این تصویر توی امتحان این تصویر رو بهتون دادن گفتن که این عکس رو توصیف کنید خب دوستان شما الان یه لحظه ویدیو رو استوب کنید و سعی کنید خودتون هر جمله ای که به ذهنتون میرسه و با توجه به نکاتی که بهتون دادم سعی کنید این تصویر رو توصیف کنید از خودتون تست بگیرید امتحان کنید تمرین کنید اوکی خب اولین چیزی که میخوام بگم چی بگم قطعا باید بگم که توی تصویر چی میبینم درسته میگم auf dem bild sehe لت مننا آدم بلت Z ich2 اللت مننا. در تصویر من دو مرد مسن می بینم.کی. Okay. این از اولین جمله گفتم که توی تصویر چی می بینم و گفتم چند نفر می بینم. درسته جمله بعدی چی میتونه باشه؟ خب میتونم از خودم بپرسم که اینا کجا نشستن توی خونه نشستن توی قطارن توی جشنن کجا کجا نشستن خب توی رستوران نشستن میگم زی زیتسن توزامن این اینم رستوران زی زیتسن در این اینم رستوران این از این پس مکان رو گفتم گفتم که کجا هستن میتونم یه چیز دیگه بگم دوستان میتونم بگم که اونها سر یک میز نشستن زی زیتسن سوزامن ان تیش زی زیتسن سوزامن ان اینم تیش این از این باز یه چیز دیگه هم میتونم بگم دوستان شما الان یک میز رو دارید میبینید درسته میتونید همون میز رو هم توصیف کنید که چه رنگیه چه جوریه روی اون میز چیه این چیزها رو هم بگید مثلا من میگم auf dem Tisch stehen zwei Teller mit Essen und zwei Gläser mit Getränken auf dem Tisch stehen zwei Teller mit Essen und zwei Gläser mit Getränken من روی میز میبینم دو تا بشقاب، دو تا ظرف غذا با غذا و دو لیوان نوشیدنی. اوکی؟ این از این. اگر شما غذا رو میبینید مثلا برنج، گوشت، ماهی هر چی میبینید اونم میتونید بگید دوستان. میتونید بگید هیچ مشکلی نیست. سعی کنید هر چی میبینید و بگید. این از این. باز یه چیز دیگه میتونم بگم دوستان. میتونم بگم که پشت این مثلا این تصویر قسمت پشت چه چیزی دارم میبینم خب من یه چیزی دارم میبینم احتمالا شما هم دارید اینو میبینید یه تابلوی زده فیش چیپس آره ماهی چیپسی و این حرفا میتونیم اینو بگیم دوستان هر تصویری تابلوی علامتی چیزی توی تصویر ببینید حتما اون رو بگید مثلا من میگم این گون ich من پشت تصویر دارم میبینم بینم که در واقعی قسمت پشتی دارم میبینم که یک تابلوی که روش نوشته. فیش چیپسی و از حرفها. حرفا پس دوستان اگر تابلوی علامتی چیزی توی عکسی داخل همون عکس دیدید اونم بگید میتونیم یه چیز دیگه بگیم دوستان مثلا بگیم که اینها این آقایون دارن چی کار میکنن واس ماخنسی چی کار میکنن خب شاید الان بگید که دارن غذا میخورن نه اینها غذا نمیخورن اینها هنوز غذا رو باز نکردن هنوز شروع نکردن به غذا خوردن پس دارن چی کار میکنن؟ دارن به دوربین نگاه میکنن درسته؟ دارن به دوربین نگاه میکنن و میخندن پس میگیم دی بایدن مینا شاون این دی کامیغا دی بایدن شاون این دی کامیغا. دو, دو, مرد دو تا آقایون دارن به دوربین نگاه میکنند اوکی این از این میتونیم یه چیز دیگه هم بگیم دوستان میتونیم بگیم که مرد سمت چپ داره میخنده لبخند میزنه دیر من لینکس این بیلد لیشلت دی من لینکس این بیلد لیشلت مرد سمت چپی داره لبخند میزنه میتونیم بگیم که چی پوشیده چی پوشیده دوستان؟ واقعا چی پوشیده er trägt ein weißes تی shirt und eine kurze hose er trägt ein weißes تی shirt und eine kurze hose او یک تیشرت سفید رنگ پوشیده و یک شلوارک کوتاه یک شلوار کوتاه پوشیده اینه این چیزی که من دارم الان میبینم اینه این از این میتونیم راجع به اون مردی که سمت راسته صحبت کنیم مثلا بگیم که چه شکلیه خب ریش داره درسته میتونیم بگیم ریش داره ریش بلند داره دیامن غشت این بیلد هت اینن لانگن بارت Der Mann rechts im Bild einen مرد سمت راستی ریشه بلند داره پس دوستان اگر کسی ریش داره سیبیل داره موی بلند داره گیس داره هر چی داره بگید موهاش چه رنگیه بگید این چیزها رو بگید که نشون بدید که واقعا در حد به آینس هستید این از این میتونیم دوباره یه چیز دیگه راجع به این مرد بگیم مثلا بگیم که روی سرش عینک زده. Auf seinem Kopf ist eine Sonnenbrille. Auf seinem Kopf ist eine یک عینک آفتابی روی سرش گذاشته. این از این دوستان ما همه چی رو گفتیم واقعا چیزی دیگه جا نمونده اما اما میتونیم راجع به مثلا آب و هوا صحبت کنیم اینکه مثلا آب و هوا چجوریه چه زمانی روز شب راجع به وقت میتونیم صحبت کنیم مثلا میتونم بگم واشاینلیش ایست اس زوما ول دی ایم فراین زیتسن اوند کورتس کلیدونگ تراگن واشاینلیش ایست اس زوما ول دی منا ایم فراین زیتسن اوند tragen. احتمالا تابستونه چونکه این آقایون توی فضای باز نشستن و لباس کوتاه پوشیدن اوکی این از این میتونیم آخر هم میتونیم همون احتمالات و حدس گمان و اینا رو هم بگیم مثلا میتونیم بگیم ایش دنکه ایش یه جمله اینجوری هم بگید بد نیست مثلا Ich denke, dass die beiden Männer befreundet sind. Ich denke, dass die beiden Männer befreundet sind. این از این من فکر کنم که اینها با هم دوستن. این از این و میتونیم بگیم که اونها خوشحالن یا ناراحتن اینم بگیم و دیگه ویدیو رو تموم کنیم. سرتون بیشتر از این درد نیارم. Die Männer sehen glücklich aus. Die Männer زین گلوکلیش آوز این آقایون خوشحال و شاد به نظر میرسن این از این دوستان شما اگر بذارید من این, این عکس رو تا فردا هم براتون توصیف میکنم پر از چیزهای جزئیه که میتونیم باز بیشتر و بیشتر صحبت کنیم ولی خب فکر میکنم کافیه خیلی حرف زدم و همین دیگه دوستان بازم میگم شما اگر سر امتحان اون کسی که از شما امتحان میگیره ببینه دو سه جمله اول رو خیلی مسلط و خوب گفتید و متوجه میشه که شما واقعا استرس ندارید میدونید بلدید چی دارید میگید آماده اید برای امتحان بهتون میگه کافی نمیخواید اصلا ادامه بدید اصلا لزومی نداره زیاد صحبت کنید همین پس استرس نداشته باشید تا میتونید تصویر بیارید برای خودتون ره. در واقع از خودتون تست بگیرید، امتحان کنید، تمرین کنید. همین دیگه توصیف عکس کاری نداره شما یک کوچولو واژگان، یک کوچولو قواعد میتونید هر عکسی رو توصیف کنید. این از این دوستان من سعی کردم توی این ویدیو تمام نکات مهم رو بهتون بدم که بتونید هر عکسی رو بهتون بدن راحت بدونید چی قراره بگید. این از این و دوستانی که میگن تصویر بذار عکس برامون توصیف کن دوستان من راستش وقت نمی کنم که بخوام هر دفعه ویدیو درست کنم و یه عکس براتون بیارم توصیف کنم اما اما اگر موافق هستید اگر مایل هستید میتونم براتون چند تا عکس جمع وری کنم و کنار عکس ها براتون توصیف عکس رو هم بذارم و خودتون بخونید دیگه اینکه بخوام اینها رو ترجمه کنم دونه دونه دوباره نکات رو بگم وقت نمی کنم اگر موافق هستید میتونید حالا با قلب سبز اشاره بدید توی کامنت ها که براتون تصاویر مختلف با توصیف عکس بذارم و خودتون دیگه بخونید اینه دیگه من نمیتونم رو بخونی کنم ترجمه کنم اوکی؟ اگر موافق هستید برای من قلب سبز توی کامنت ها بذارید شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا بعد خدا نگهدار